قضیه از این قراره که من سینا هر کدوم یه سوالی از هم نیمه پرسیم، با توجه به شخصیت همون سوال رو طراحی کردیم، باید بگیم که کدوم رو ترجیح میدیم. انتخاب کنیم بین دو تا بازی. انتخاب های سخت. طاقت فرسا. باید هم انتخاب کنیم، یعنی نمیتونیم از زیر کار در بریم. مگه میتونیم در بریم از بسم الله الرحمن الرحیم. شماره یکی من اینه، رونالدینیو یا رونالدو؟ رونالدو اورجینال؟ آره. نه، رونالدو اورجینال. والا من سنم قد نمیده به بازیشون، ولی رونالدو اورجینال. رونالدینیو قد نمیده سنه؟ چرا؟ ولی رونالدو رو ترجیح میدم. چرا؟ چون میشه باش حال میکنم. حس میکنم. ببین رونالدینیو یه کلا بازیکن برزیلی اون یه دوران اوج کوچیکو داشتن. ولی رونالدو به نظرم خیلی بیشتر بود اوج. نه اصلا چیز خاصی بود نسبتاً. منم پاییز اسم رونالدینیو فقط تکنیک داشته. ولی رونالدو کاملا در اختیار تیم بوده. یه همچین دست و ذهنیتی دارم. در اختیار تیم نبود. آره. ولی خب رونالدو رو ترجیح میدم. برانکو یا هانکس؟ اوش. هرچی زیاد افتخارات دو تا تیم مورد علاقت گردن این دو نفر رو باید یکشو انتخاب کنی. آره خیلی سوال سخت پرسید خدا وکیل. برانکو. برانکو؟ آره. چون شاید مثلا بایرن به هانکس هم باز میتونست دگانه بگیم. قبلش افتخار داشته، بعدش هم داشته. آره ولی پرسپولیس مثلا یه مدتی به بعد بدون برانکو یه چیز فاجعه بوده. من میگم برانکو. میشه میگیم بایرن دوباره سگانی گرفت. آره دیگه مثلا ولی پرسپولیس تا حالا مثلا اینجوری اتفاق ازش نیفتاده. آره یه همچین بره فینال آسیا و کم پیش میاد. درست برانکو. بالاک یا ماتیچ؟ نمانیا ماتیچ. بالاک. بالاک انتخاب میکنم. بالاک انتخاب. بالاک انتخاب میکنم چون کلاسیک تر مو خیلی دوستش داشتم. فقط با هم بخاطر؟ آره نه ولی بالاک رو بیشتر دوست داشتم. ماتیچ رو بیشتر دوست داشتی؟ شاید میگفتی بالاک کانته، میگفتم کانته ولی ماتیچ نه بالاک. داشت معلومه کانته بالاک رو میزنه این چه سال؟ علی کرمی یا کریم آقری؟ قابل پیش بینی نیست. قرن. برای من کریم آقری. یعنی حالا علی کریمی خیلی فوق العاده است، شکی توش نیست، ولی خب باید میدونیم ما هیچ موقع اوج علی کریمی رو ندیدیم. اوج کریم باقری دیدیم اگه اوج کریم باقری و اوج کریم باقری مود بود که سیبیل داشت تیم ملی. آره ولی خب باز بیشتر مثلا من چشم به دنیای فوتبال گشودم کریم باقری داشت از وسط زمین مثلا گل می‌زد و اینا. یعنی فقط دوران فوتبالش رو در نظر می‌گیری؟ دوران دیگه مگه نه مثلا بعدش که مثلا کریم باقری این هم مثلا تو پرسپولیس و فلان اینا نه بازی توپ تو از چه لحاظی بازی کلا میخوام بگم تو کدوم میشه دوست داری؟ کلا نه کلا کریم باقری با اختلاف. کنته یا توخل؟ کنته یا توخل؟ این توخل چمپیونز لیگ گرفت بعد تیمش هم خیلی جذاب بود، ولی من از اون اول کنته رو خیلی دوست داشتم، همون موقع که تیم ملی ایتالیا بود. همین که کلا تیم خیلی جذابی هم داشت نسبت به اینکه ستاره خیلی کم مهرای خیلی کم تر داشت نسبت به توخل. خاطر من کنته رو انتخاب کردم. کنته نایس چویس. خب سوالی که میترسی ازش. ریوری ها رو بند. این یه بار باید توضیح دادم مثل اون یکی یه ش** مچفت یه ش** ناست. البته اینو میخوای بوق بذاری؟ آره سد اصلا بوق درست. من وقتی هر کنو من اینو نماشن تو اعضای بدن مختل میشه دادشه. من گفت دست راست همی دست چپم. والا شما نشید خیلی سخت خود داری، ولی من در کل ریبری رو تحلیم. ریبری رو؟ آره همیشه ریبری بیشت. خب البته آقام رو به نمیشه از چیزاش گذاشت. آره ولی خب انتخاب باشه دیگه ریبری. یه 500 درصد آرای بیشتر رو میگیره ریبری. نوید کیا یا به نمیساد محرمش یا رسولش؟ محرمش ابراهیم صادقی و ابراهیم صادقی رو نزدیک دیده ولی نوید کیا نیده. ولی نه دو تا قند دو تا اسطوره. نه ولی محرم ابراهیم صادق اخلاقش خوب بود و یه مدت سایپا بود تیم جان تیم دیگه رفت، ولی محرم اروپا بازی کرد بعد اون موقع واقعا بازیکن خاصی بود. آره بی شرف. خیلی خوب بود. خیلی خوب بعد قانم کردی. آره پله مارادونا هیچ کنه ندیده میشه آقا دیگه. ببین آیندگانم رونالدو مسی رو ندیدم ولی قرار سرش دعوا کنم. پله همینجوری میگه. پله همینجوری عشقی. عشق مجیدی یا جباری؟ اینو پیشبینی میکردم چون ببین ناکن من از اون اول به قول چشم گشودم فقط مجیدی محبوب ترین بازیکن شاید مثلا تاریخ استقلال یا این چند دهه استقلال حد دقیقا اون موقعی که بازیکن بود چون واقعا دلبری میکرد یه جورایی محبوب بود. ولی مشتبه جباری کسی بود که مثلا خیلی شرم زحمت کشید ولی اونجوری که باید شاید که شایسته بود ازش تقدیم اول نیومد. ولی من از اون اول مشتبه جباری بیشتر از فقط مجید دوست داشتم. آفرین آفرین.
منم میشه دوستش. چون اصلا اون اول دلیل خاصی هم نداره، از اون اول خیلی دوستش. شعور فوتبالی، کلاس فوتبالی و کلا منش فوتبالی این بشر یه چیز خوبی بود. اون یکی خیلی. حالا اون دیگه چیز خاص شخصی. خب من نکنیم کار. نویر یا شواینی؟ نویر یا شواینی؟ 100% شواینی. یه سوال اگه میگفتم جای نویر فیلیپ لام بود چی؟ بازم شواینی. کلا شواینی. شواینی آخه من خیلی دوستش دارم. خوبه. بابا بی پدستونی بود وسط زمین. این بشر اونجا بود. دلت قرص بود که اون تیم بدتقل بعد بازی نمی کنه. یه سوال سم دارم برات. نه یعنی. این چیه؟ آها لامپارد تری. لامپارد جان تری؟ این واقعا این چیزی که باید تحلیل بشه. من بریزم بیرون دفکتو بگم و باش بگم لامپارد. دلتو باز کن. نه ولی لامپارد همونجوری که از اول جباری مثلا خیلی دوست داشتم، لامپارد هم دقیقا همونجوری بود. اولین کیت ورزشی لامپارد، اولین کیت ورزشی هم میدونه دیگه، یه چلسی فرانک لامپارد بود سامسونگ. اونو 90% ایرانی ها اونو 90% ما رفتیم. من یه همه یه منچستر یونایتد اون موقع داشتن، یه چلسی رئال بارسا خبری نبود. دربی رفت و برگشت به بازی. خب یا برید فینال آسیا بعد تأخیر بشید. دربی به بازیم یا فینال دربی رفت و برگشت. دربی رفت و برگشت به بازیم یا فینال آسیا یا فینال آسیا بعد جلو بازیم. ببین سر اینه که مثلا رفتید و فیلان دیگه دوباره اونجوری اوج داری، بعد اینه مثلا پرسپولیس زهرا رو اضافه فرت بعد تو فینال میشید. یعنی خب داری میگی ترجیحت بین باخت ترجیح و فینال یا دربی کدومه؟ 100% دربی. این ترجیح دربی به بازی رفت و برگشت. رفت و برگشت به بازی. درسته. دشوار نه رو من سوال سمی که داشتم از مددی یا سعادت. مددی یا سعادت این وسط فتحی هم باید میبردیم. آه میخواید چی کن مددی یا فتحی؟ نه نه سمی خوبه. ببین واقعا آدم های بیشرف و حرومزاده میداد همه چی باید حلال نمی کنم این دارو. ولی سعادتمند حتی اقلش این بود که البته سعادتمند کم دروغ نگفت لعنتی، ولی تشی تشی این بود که آقا مثلا این یه ذره مثلا چیز خواستین چی بگم ازت سعادتمند تام ریدی. جفتشون واقعا بد بودن ولی حتی اقلش اینه که سعادتمند خیلی کمتر بود، کمتر دقیق بود، کمتر اذیت کرد. ولی مددی واقعا دهنمون رو سرویس کرد. سعادتمند رو انتخاب بکنم. مورینیو یا زیدان؟ میدونم انتخابت تو ذهنم چیه؟ من اصلا میذارم مورینیو رو انتخاب میکنی. مورینیو رو آره نه نظر مربیگری ها مثلا دوران فوتبال زیدان رو نمیخوام بهش فکر کنی. مثلا خب مورینیو زیدان دوران فوتبالشون زمین نازمون بود. نه اصلا نمیخوام مثلا به زیدان باید به چشمه یه اصول فوتبال نها کنی. مثلا یک مربی رئال نظر بگیر سه تا چهار. آخه من چی بود به نظر من زیدان خیلی شانس آورد تو کریر مربیگریش خیلی ها. مثلا حالا نگیم چه اونا که حالا به شوخی مثلا توانی و داوری اونا، ولی اصلا باید بالاخره باید بزنیم پای شانس دیگه. اصلا توانی رو بزنیم که میرسه به شانس، از خیلی شانس داشته. ولی خب مربی خیلی بزرگی هم هست، ولی مورینیو جوری ریده این فصل یا چند فصلیه که من نظرم کم کم به طرف پیدا کنم. کی انتخاب میکنی؟ امیره بله نه چیز زیدان. زیدان جالب بود. کانته یا لامپارد؟ لامپارد یه بار تو گزینه بوده با تری پرسیدی. کانته یا لامپارد؟ واقعا جذاب بوده. لامپارد انتخاب. چون ببین بازم بحث کلاسیک بودن. نه لامپارد خب اسطوره تر. ببین مثلا مثلا اینکه تو الان بیای بگی که اگه مثلا هوادار قدیمی تر پرسپولیس بپرسی نمیدونم پنجلی یا مثلا سجل ببینی یه چیز نمیخورن به هم. این مثلا یه کانته خب اونقدر واسه چلسی هنوز بازی نکرده، خیلی جا داره. بازی کرده دیگه بابا، چهار پنج فصل کمه من این کسی. نه خب لامپارد یه هم لیگ اروپا، لامپارد بهترین گلزن تاریخ چلسیه، هم لیگ اروپا. خب کانته پستش واسه زنگی برو. من خودم کانته رو واقعا دوست دارم، واقعا بازیکن محبوبم چون از نظر فنی و اخلاقی فوق العاده است، ولی لامپارد انتخاب میکنم. اوکی تو چیز دیگه داری؟ رئال بایرن رو پاره کنه یا ایتالیا آلمان رو جر بده؟ کدوم؟ نه من رو بایرن بیشتر تعصب دارم. رو بایرن بیشتر تعصب داری؟ یعنی که من ایتالیا داره پاره میکنه هر مهم نیست. مهمه نه مهم نیست، ولی خب باز بایرن رو بیشتر دوست دارم. یعنی اینجوری بپرسم اون ایتالیای بالوتلی بیشتر اذیتت کرد یا رئال بایرن؟ نه بابا رئال بایرن ایتالیا که آخه چیز هم هست ببینیم اصلا یه وقتی دوهایی چیز هم بود بیشتر اذیتت میکرد. نه آخه اون رئال بایرنه هم پشت سر هم بود، هم مثلا آخه بایرن همیشه دنبال میکنی دیگه، ولی مثلا یه تیم ملی یا مثلا جام جهانی میشه آره میری رومودش، بعد مثلا یه مدت دیگه کلن دور میشه. آره
کال من تمام شد دیگه. خیلی ممنون که ویدیو تنظیم تماشا کردین، جالب بود. بر من جالب بود. اگه براتون جالب بود و دوست دارید این سبک ویدیو رو از ما، حتما کامنت کنید، ما میخونیم و دوباره براتون ویدیو میسازیم. لایک هم یادتون نره، سابسکرایب هم بکنید اگه دوست داشتید، زنگوله رو هم بزنید ویدیو بعدیمون دستتون درد نره. صحبت دیگه نه دیگه، دمتون گرم. مرسی، فعلا خدافظ.